صبح بدون هیچ انگیزه از خواب پا میشم، بدون هیچ هیجانی، بدون هیچ دلخواه. خب پس من تو مسیر دو سه تا مسافر دیگه هم میزنم. خیلی بیشوری. کجا داری میری بابا؟ منو یادت نیست؟ به من گفتی تنهایی صندلی رو برداشتی رفتی؟ منم الان دو ماه دنبالت هم میخواستم تلافیش سرت درارم. وای محسن، کنکور رو چیکار کنیم؟ مثلا وقت نداریم. ببین پکیج 80% 8 ساعت علوی و دوستم گرفته، میگه خیلی اوکی. جدی؟ ای بابا اینا ول نمیکنه. داداشا بودن با من کلاس زما، داداش بزرگی ول نمیکنه، هی دایرکت میده. ولکش کن بابا. زشته. زشتیه بابا، تو که دیگه نمیبینیشون که، ولک کن بره. سلام وقتی بلکش کردم هی داری میبینیم. بلشون کن بابا، بیاین پکیج رو گرفتم ببین خوبه. کنکوریای عزیز سلام. من کارمند اداره ثبت هستم و همسرم پرستار کلینیک زیبایی تریتا. سالها بود که من هر روز خانومم رو بنا به شیفتش میرسوندم بیمارستان و برای پیاده شدنش در ماشین رو باز میکردم. این جریان شده بود حرف اول توی بیمارستان که من هر روز در ماشین رو برای زنم باز میکنم. پرستارا و دکترها به خانومم میگفتن وای عزیزم، خوش به حالم، شوهر چقدر دوست داره. چقدر رومانتیک، شوهر من اینطوری بود. خانمم لیپوماتیک و تزریق چربی و همچنین عمل بینی مون تو آخر بهار تخفیف خورده. تا جایی که ماجرای عشق بنده و احترامی که به زنم میذارم به گوش همه دانشجوهای پزشکی و پرستاری اون بیمارستان رسیده بود و همه در مورد ما حرف میزدن، اما هیچ کس نمیدونست که در 206 من جوری خرابه که فقط از بیرون باز میشه. تازه شیشم هم خرابه، اونم پایین نمیاد. گرفتار شده. افون داداش سیگار نکش. از زندگی من چه میدونی محمد؟ نه پولی دارم، نه قیافه درست و حسابی دارم. عشقم هم که دیدی، بلم کترم. حالا تو سیگار نکش. از 15 سالگی موام شروع کرد به ریختن. دخترم میگه هم کچلی هم لاغری، میخواد بلم کنه بره. اشکانه الان راهای دیگه ای هم هست دیگه. سیگار برای چی؟ سیگار نکش. آره یه دونه پیج توی اینستاگرام پیدا کردم، فست اسلیمی، انشالله قرصای اونو بخورم هم موام در میاد هم تناسب اندام پیدا میکنم. دیگه حل دیگه، تو سیگار نکش. تو چه میفهمی؟ عامل اصلی سرطان این نیست، کسی که باعث این شده. زیبا بود ولی اینجا پمپ بنزینه، پیاده هر گوی دلت میخواد بیرون بخواد. آن پمپ بنزینه؟ آره. سیگار نکش. حالا عثمان نشسته داستان زندگیشون. قشنگه، کاراتون ایرانیه؟ بله، محصولات والسا همه تولید داخله، کیفیتش هم که میبینید. پسند کردی به زندم براتون میکشم. رمزتو بگو. 4-3. آخه شما دوستی؟ نه بابا دوست چیه، اصلا اصلا ترقه است دیگه. تو چرا انقدر بدقلی؟ یاد نمیاد روز اول دوستمونی میگفتی شقیق من زود میام خواستگاری، شقیق من برد این کار میکنم، شقیق من برد اون کار میکنم، چی شد نهان؟ اه بابا یه رقه حواستو بده به من. بابا شقیق بس کن دیگه جون مادرت. بابا اه بابا من تو نمیتونیم ما هم دیگه باشیم. چرا؟ دانه که به چیزه مسخره گیر میدی الهه. الهه؟ فکر شقیقم. بیا تو داری به همین گیر میدی. به خاطر اینکه من یه اوشه گفتم شراره الهه، الهه شراره گفتم، تو داری مسخره به ذهن میاری گیر میدی. الهه شقایق چه فرقی با هم دیگه با عشه؟
نمیخوام محمد، چرا داری دعوا میکنی؟ مگه چیزی از تو نمیخوام؟ فقط دارم میگم همه چی بین ما خوب بود، چرا الان نمیشه؟ بابا خانوادم نمیذاره. مگه منو میشناسن؟ خانوادت کیان؟ زنم و دوتا بچه‌ام. خیلی باهاشون صحبت کردم، نمیدونم برای چی راضی نمیشن. حالا میگم تو یه کاری بکن، تو یه کاری بکن، تو یه مدت صبر کن. بذار من چه رفت خازو نگاه کن پیکام مگه هنوز هم هست؟ او اسکولا اینو به خدا. آرمین داداش یه آهنگ از استوریت گذاشته واسه میفرستی؟ آره داداش، پیج مدو 66 برداشتم، کل آهنگای ایرانی و خارجی تو شهر کدوم آلکه میتونی ببینی. آرمین اینجا رو نیزا خانم برسونیم اتون مزاهم نیستی ما مراهمی. ببخشید این لوکنت هم ضعیف، این لوکیشنی که زدی گذار بدارم. شما تشریف های سعادت آباد بهتون میگه. آه سعادت آباده تشریف. جشنواره هواوی برنده شده بودم، اگه گم شد دیگه نمیدونستم چی جوری شبیشو پیدا کنم. خواهش میکنم وظیفه بود. ببخشید مشکل پیش اومده؟ جناب سروان بگردمش؟ خفه. جناب سروان من داشتم کمکش میکردم. جناب سروان راست میگم به خدا. مگه من گفتم که دروغ میگه؟ جناب سروان بگردمش؟ خفه. اینا میخوای بگردی؟ گم شو. جناب سروان حالا شما این دفعه بنده رو ببخشید. قول میدم دیگه. ببخشم؟ مگه تو کاری کردی که من ببخشم؟ یه کاری کرده جناب سروا، بذار بگردمش. گم شو. آقا جناب سروا شما این از بنده بگیرید. رشوه سروا. بله قربان بگردتش.